بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد هشدار داده که سودان اکنون با شدیدترین بحران گرسنگی در جهان مواجه است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در بیانیه اعلام کرده که قحطی در اردوگاه زمزم در ایالت دارفور شمالی با بسیاری از مناطق دیگر بیداد می کند. این سازمان افزوده نزدیک به 5 میلیون کودک و زن باردار و شیرده دچار سوی تغذیه حاد هستند. اوچا افزوده بیش از نیمی از جمعیت سودان، حدود 26 میلیون نفر از سطوح بالای از گرسنگی حاد رنج میبرند. به گفته اوچا، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اولیه از بین رفته و کودکان برای دومین سال متوالی از مدرسه بازماندند. برنامه جهانی غذا میگوید که شمار مادران و کودکان دچار سوء تغذیه در برخی از مراکز بهداشتی در سراسر افغانستان دو برابر شدند. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گفته که کاهش کمک‌های غذایی باعث افزایش سوء تغذیه می‌شود. برنامه جهانی غذا همچنان گفته است که به دلیل کمبود بودجه، دست کم 10 میلیون تن در افغانستان طی یک سال گذشته کمک‌های غذایی دریافت نکردند و بیشتر از همه زنان و کودکان متاثر شدند. مقام‌ها در هند اعلام کردند که دست کم 46 نفر از جمله 37 کودک و 7 زن هنگام برگزاری جشن مذهبی هندوها در شرق این کشور غرق شدند. اداره مدیریت بلایای بیهار هند در بیانیه گفته است که این تعداد روز چهارشنبه در ایالت شرقی بیهار در حوادث پراکنده در 15 منطقه غرق شدند. هند در گذشته شاهد ازدحام مرگبار در مراسم مذهبی بوده است، اما حوادث غرق شدن گسترده در طول جشنواره ها نادر است. نهمین جشنواره سالانه جهانی غذای حلال در استادیوم شهر لندن برگزار می‌گردد. به گزارش عرب نیوز، این جشنواره قرار است به تاریخ 28 تا 29 سپتامبر در استادیوم لندن راه اندازی شود. سازمان دهندگان پیش بینی می‌کنند که بیش از 20 هزار نفر از جشنواره امسال که به عنوان بزرگترین رویداد غذای حلال در جهان شناخته می‌شود، بازدید نمایند. برگزار کنندگان جشنواره امیدوارند که فضای استقبال از این رویداد باعث ارتقاء تبادل فرهنگی و تفاهم شود. طی روزهای گذشته طوفانی موسوم به بوریس در کشورهای از جمله لهستان، جمهوری چک، رومانی، اتریش و ایتالیا ویرانی هایی بر جای گذاشته است. بر اساس گزارش ها این سیلاب ها باعث مرگ دست کم 24 نفر و میلیارد ها دلار خسارت شده است. به گفته کارشناسان، تغییرات اقلیمی باعث شده است سیل های ویرانگر در اروپای مرکزی آثار وخیم تری به همراه داشته باشد. یک تحقیق وسیع بین المللی نشان می دهد که از زمان همیگیری کرونا استفاده از رسانه های اجتماعی به طور مشکل ساز در میان جوانان شدیداً افزایش یافته است. نویسندگان این گزارش درباره تأثیر فناوری دیجیتال بر سلامت روانی و رفاه جوانان هشدار دادند. محققان پس از بررسی تقریباً 28 هزار کودک 11 تا 15 ساله در 44 کشور به این نتیجه رسیدند. این محققان خواستار اقدامات بیشتری برای ترویج استفاده سالم از رسانه‌های اجتماعی شدند. بر اساس تحقیقی که در نشریه چشم پزشکی بریتانیا منتشر شده، بیش از یک سوم کودکان جهان در سال 2023 به نزدیک بینی مبتلا بودند و انتظار می‌رود که میزان تا سال 2050 به حدود 40% افزایش یابد. بالاترین میزان نزدیک بینی در کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند ژاپن 86% و کره جنوبی 76% گزارش شده است. در سطح جهانی کودکان شهری بیشتر از کودکان روستایی و دختران بیشتر از پسران به این بیماری دچار می شود. این مطالعه به والدین توصیه کرده که کودکان را به فعالیت‌های بدنی تشویق کرده و استفاده از تلویزیون و اینترنت را محدود کنند.